کنم به خاطر اینکه من با مادرم محسن بیشتر میرفت مسافرت اینو میرم من و مادرم با هم زندگی میکردیم آقای درخشان با عبدالعلی چنگیز بعد تو خونه ما بودن یعنی بیشتر حمید با ما زندگی میکرد من سر یه بازی اگه توهین نیست من چون آقای درخشان یه موضوعی بود که ما سر بازی پرسپولیس که قبل انقلاب داشتیم فوروارده بسیار گردن کلوفتی داشت هافک تیم ملی هافک پرسپولیس بود بس. یعنی پرویز قریشخانی، علی پروین، علیرضا عزیزی، محمد صادقی و واقعا هر کدومشون عالی بودن فوروارده هم محمود خوردبین بود، آلم ویتل بود سمت چپ و محمود خوردبین با سفر ایران پاک خدا بیامرز بعد دیگه بدبختی که هرچی میگم یه خدا بیامرز داریم آزابت من اون بازی خب فیکس بودم حمید تازه اومده بود جوان بود از تیم ملی جوانان خب محمد مالکان رزرو بود یعنی خیلی اصغر ادیبی رزرو بود اصلا جایی برای اینا نبود این همون مسابقه ایه که ماجرای کفش توش بله بله آقای درخشان اینو برای ما تعریف کرد اما میخوام روایت شما رو بشنویم ایشون چی گفتن حالا شما بگین خب ایشون معتقد بودن شما یه کمی اغراق میکنید به خدا نه بگین پس برای. یعنی مادرم زنده نیست اما من حمید رو حوالش میدم به همون مادرم چون بعد 120 سال باید جواب شده من و مادرم خیلی التماس کردیم من کفشم پاره بود یعنی واقعا پاره بود یعنی ناجور بود نمیتونستم اون بازی هم خیلی مهم بود خب کفش تیمتون بهتون نمیداد برای چی پاره بود؟ کفش خب اونجوری نیمود قربونت برم که 5-6 تا یه دونه کفش نهایتا تا خراب شد مثل این لوازم یدکی که استوکو میبردیم باید نشون میدنیم کفشم نو نبود و دلم میخواست اون روز کفش نو بپوشم حمید خان یه کفش ژاپنی خریده بودن از این خطا هم داشت سه تا وضعش بهتر از شما بود حمید خان وضعش نه اونجوری آره اونجوری بچه پولدار بود جلوی من حمید خان چون خیلی از اول هم حمید خان بچه پولدار بود بعد منو مخفی من التماس کردم مادرم هم دیگه اومد یه گو حمید جان تو که بازی نمی کنی اونجوری هم مادرم یه مقدارم وضعیتش میکرد که تو بازی نمی کنی که حالا بذار بده اسخر بپوشه بعد حالا حمید به شوخی میگفت اما اینا رو به من گفت حالا شاید بگه به شوخی اما گفتش که تکل نمیزنی به خصوص چون میدونست من دم به ساعت تکل میزنم سرعت نمیری کرنه نمیزنی گفتم حمید جان دم پایی که ندادی به من یه کفش دادی بعدش هم سعی میکنم اون کارو نکن من یادم آلم ویتلو من با زمین بالا بودیم من دفاع چپ بودم حسن نظری دفاع راست بود حسن نظری خیلی رفته بود جلو ما اتوماتیک چرخیده بودیم داخل که از این جناح نیم آلم بیتر یه بازیکن انگلیسی و خیلی بد بازی میکرد یعنی شیطنت توش بود با. وقتی که من ایشون رو تک کردم خیلی بد من و ایشون رفتیم تو پیست جلوی نیمکت پرسپولیس آقا یهو حمید خان بلند شد یخه منو گرفتن قولت این بود خیلی که گفتم والا به پی به حمید چیزی نشد هوادار پرسپولیس هم بنده خدا هی چهار دادن حمید با تعصب نمیدونستن که حمید خان نگران کفشش به ما داده اما حمید دو سه دفعه گفت اسخر داری تو برنامه جام جهانی هم گفتی خیلی هم اون موقع ایمیل اومد گفت خیلی وقت نخندیده بودی گفتم ببین حمید جان تو کفش رو قرار شد برای من بخری یا نه گواره گفتم تا وقتی بخری وقتی خریدی خدا شاهده نمیگم اما تو وقتی نخریدی اگه کسی ازم بپرسه مجبورم بگم هنوز نخریده به خدا نخریده من میدونم هم نمیخره چرا؟ الان که وضعش خوبه همون مشکله اون موقع که ذره وضعش چیزتر بود بهتر بود لاشتر حالا یه مقدار چیز خب سخاوتمند هست اما یه ذره چیز داره دیگه سر این کفش ماجرا دارم سر این کفش مشکل همون بازی نیستش که کفشاتونو به آقای حاجیلو داده بودین؟ نخیر اون چیه ماجراش؟ من از زبون آقای حاجیلو شنیدم آقای حاجیلو البته یه خوردم مزاح کرد راجع به این قضیه از همین جنگ منو میبینه میخوام بهش بگم که یه دفعه دیگه اینو جایی تعریف بکنی من میدونم و تو شما موقعیت شوید اون موقع خب آقای حاجیلو فیکس بازی میکرد من تازه اومده بودم تو تیم پرسپولیس این یه روز اومد از ما یه کفشی رو خواست که من کفش ندارم جلو شما میخوام بازی کنیم خودم مگه میشه آدم به دشمن خودش اسلحه بده تو اومدی جلو تیم ما میخوای بازی کنی کفش منم میخوای نمیشه که
که حالا ما کفش نداری، تو که بازی نمیکنی، من میخوام بازی کنم، تو این کفشو به ما بده. گفتیم باش، ولی یه شرطی داره. به شوخی بهش گفتیم یه شرطی داره، اگه من کفشو بهت بدم شرطش رو رعایت کنیم. خب چیکار کنم؟ گفتم کاشتای دم گل که میخواد گلر میکاره میخوای بزنی، تو حق نداری بزنی، از یه دفاع دیگه بزنه. چرا میترسید این کفش آسیب ببینه؟ گفتم آره کفش خراب میشه. بعد بهش گفتم که حق نداری تک بزنی، یعنی روز نمی سر بخوری بخوای توپو بزنی، همونجا کنار زمین میگم کفشامو درار. گفت خب خودم کورنر هم به تو ربطی نداره، اصلا تو نبود کورنر بزنی. گفت خب کاشته رو که من نزنم، تک نکنم، کورنر هم نزنم، خب باید چیکار کنم؟ گفتم فقط راهش اینه که جلوی من راه میری پیاده روی میکنی. آره میری و میای اونجا، هر کی سراغت اومد که دریبل بزنه ولش کن، بذار دریبل بزنه بره. گفت خب این که نشد، من در اصل من نمیدونم. خلاصه تو جریان بازی یه دونه تک میزنه، اومد رسید به نیمکت ما. اون موقع نیمکت ها اینجوری نبود، نیمکت نزدیک دروازه بود، سرپوشیده نبود، خیلی هم نزدیک به زمین بود. یه تک رفت همین که اومد کنازه بادم، مگه من به تو نگفتم تک نزد؟ خلاصه اون بازی هم گذشت و ایشون بازی کرد. کفشه چی شد؟ برگردون بعد بازی آورد دیگه. خیلی خب.